دوباره خوش آمدین ادامه برنامه صبح زندگی بخش فکر نو است و شما از آریانا نیوز بینید صبح زندگی هستین. مهمان خیلی گرامی ما همچنان در بخش فکر نو است، آقای نقیب الله شاوری زاده، سخنران انگلیسی، البته سخنران انگلیسی و استاد فن بیان با ما هستن. موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه با اینکه هر فرد دوست داره سخنران خیلی خوب باشه، سخنور باشه و اینکه چی ویژگی هایی داره و کیها میتونه یک سخنور خوب موفق باشه. این بخش با ما همراه باشین. آقای شاوری زاده سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. سلامت باشین. به نام خدای بلند آسمان، خدای خاک و خدای جهان، درود و بی پایان بر پیامبر بزرگ اسلام، ناجی بشریت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب خدمت شما احمدی عزیز و خدمت تمام بینندگان عزیزی که این حالا ما را از طریق پرده های تلویزیون خود، از طریق تلویزیون جهانی آریانا بیننده هستند. امیدوارم که یک صبح زیبا و خوش را آغاز کرده باشم و گزند ها و مشکلات روزگار در امان باشند و امید بیدارم که روزشان مملو از انگیزه و خوشی و صفا و صمیمیت باشد. سپاسگزارم آقای شاوری زاده که دعوت ما را پذیرفتین. عزیز بگین که شکر. به کرکت هم شوق علاقه دارین؟ بازی های افغانستان و سریلانکا که آغاز شده، روز دومش از بازی تست در برابر سریلانکا داره، چطور طرفدار با بازیکنان تیم ملی هستی؟ من همیشه فقط توجه به این که ما آخر نتیجه ببینم که برنامه چی شد، یعنی گیم کی برد یا بازی را، اما خودم چندان معلوماتم ندارم و بلدیتم رویش ندارم. بازی نکردین گاهی وقتا، ورزش کرکت هم نکردین. موضوعی که انتخاب کردین در رابطه با ویژگی های یک سخنران خوب است. سخنران و سخنور یعنی چی؟ فرق بین سخنران و سخنور چی؟ تفاوتایی ما باید قبل از این که به تفاوت‌ها بپردازیم، ما باید تعریف از سخنور داشته باشیم که سخنور یا سخنوری یعنی چی؟ سخنوری فنی است که گوینده شنونده را بر سخنان خود اقناع کند و بر مقاصدی که دارد ترغیب کند. احمدی عزیز، ما روی دو موضوع مهم اینجا اشاره میکنیم، یکم اقناع و دومم ترغیب. ما در بخش اقناع میگیم زمانی یک کس یک سخنور موفق است، یک سخنران موفق است که او بتانه همین به کسانی که صحبت میکنه بتانه اونا را به سخن خود اقناع کنه، یعنی قناعت بدهد و مقاصدی که دارد او را ترغیب کند. ترغیب به معنای چیز؟ زمانی که ما حرف میزنیم باید بتانیم یک کس را از یک کار نهی کنیم یا به کار امر کنیم. پس در کل ما و شما گفتیم که سخنور، سخنران همش یک معنا دارد. پس ما و شما به حیث یک سخنور زمانی میتونیم سخنور موفق باشیم، نظر به تعریف ما و شما که اقناع و ترغیب داشته باشیم. خیلی عالی. ویژگی های یک سخنران موفق چی هست که خود احساس بکنه که ما تانستیم جایگاه خوبی داشته باشم؟ احمدی عزیز، در اول باید گفت که سخنوری واقعا یک علم خیلی دلچسب است، یک فن بسیار دلچسب است که ما باید همیشه کار کنیم که سخنوری رو یاد داشته باشیم و یک سخنوار موفق باشیم. نکات خیلی زیادی است که باید تو را تذکر بدهیم و بحث کنیم، اما خیلی کوتاه روی صحبت میکنم. اولا باید کسی که میخواد یک سخنوار موفق باشه، یک ویژگی هایی چیز که او باید اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشد. احمدی عزیز، ما زمان یک فرد موفق شده میتونیم که بالای خود اعتماد داشته باشیم و خود را عزت بدهیم. اگر من و تو خود را عزت ندهیم، به خود اعتماد نداشته باشیم، اگرچه ما صدها سپانسر داشته باشیم، هزارها نفر پشت سرمون استاد باشن و ما را سپانسر کند، نمیتونیم یک شخص موفق باشیم. برایان تریسی چی میگه در یک مقاله خوش میگوید که حرف بزن تا موفق شوی. پس و زمان ما میتونیم حرف خوب بگوییم، سخنور خوب باشیم که بالای خود اعتماد به نفس داشته باشیم و عزت نفس داشته باشیم. موضوع دوم، یک از ویژگی های سخنور موفق چیزی است که موضوعات پیچیده را او ساده می سازد. انشتین در این موضوع یک مقوله دارد، میگه نابغه کسی است که موضوعات پیچیده را از بین می برد و مفاهیم ساده را به میان می آورد، او را کسب می کند، او را به اجتماع می آورد. پس ما و شما سخنران موفق و سخنران خوب کسی را می گوییم که باید مفاهیم را به کسایی که به او ششتن و صحبت می کند، برایش به افرادی که به او متوجه هستند، باید مفاهیم مغلق را، مفاهیم بسیار سختی را ساده و آسان بسازد. موضوع سوم، زمان ما سخنور خوب هستیم که حرکات چشمی یا رابطه چشمی درست داشته باشیم. وقتی ما میخواییم در یک کنفرانس صحبت کنیم، ما میخواییم در یک جلسه صحبت داشته باشیم، کسایی که مخاطبین ما هستن باید ارتباط چشمی دقیق با اونا داشته باشیم. اینها میتواند که ما یک سخنور خوب به دیگرها جلوه بدهد. موضوع چهارم، زمان ما میتونیم یک سخنور موفق باشیم که وقت شناس باشیم. سخنور موفق کسی است که وقت شناس باشد. اگر ما شما در جریان سخنرانی وقت شناس نباشیم و وقت را در نظر نگیریم، پس ما شما یک سخنور موفق شده نمیتونیم. چون وقت نه تنها که علوم عصری روی صحبت داشته که وقت بسیار مهم است، بلکه قرآن عظیم و شان
در سوره والعصر، یعنی خدای بزرگ توانا به وقت زمان قسم یاد کرده. پس به یک سخنور موفق، به سخنوری که میخواه موفق باشه، یک ویژگی هایی چیست که باید هر زمان که صحبت میکنه کم بگویه، زیبا بگویه، قسم بگویه که دیگرها او را بفهمد. زمان ما و شما وقت متوجه یک فردی میخیزه عقب میز خطابه، عقب میز استیج صحبت میکند، او زیاد حرف میزند، اما تمام کسانی که اونجا نشستن به حرف از او متوجه نیستن. پس ما و شما وقتی که یک سخنور موفق شده میتونیم که ما شما وقت زمانه ثانیه به ثانیه بشماریم، کم بگوییم و خوب بگوییم. حرکات بدن موضوع پنجم است. زمانی که ما یک جای استاد میشیم باید ما و شما حرکات بدن داشته باشیم. حرکات بدن چگونه؟ 50% دست راست ما، 50% دست چپ ما. به وقتی که ما و شما ضرورت داشته باشیم باید حرکات بدن داشته باشیم که ما را میتونه یک سخنور خوب جلوه بده و یک از ویژگی های بسیار مهم یک سخنور موفق بوده میتونه. موضوع ششم، مخاطبان را بشناسیم. زمانی که ما و شما به یک جای میرویم صحبت میکنیم باید به زبان امو کسانی که مخاطب ما هستند ما صحبت کنیم. اگر در یک اجتماعی ما و شما برویم که همه مردم پشتو حرف میزنند باید ما شما به زبان پشتو تکلم با او داشته باشیم، به زبان پشتو با او صحبت کنیم. اگر یک جای میرویم که تمامشان دری حرف میزنند باید دری با آنها صحبت شود. پس سخنران موفق همیشه ایراد نظر میگیرد که یک جای میرم مخاطبین خود را باید بشناسم، من با کی صحبت میکنم و اینها کی هستند و کدام زبان با کدام لهجه یا صحبت میکنم میاره در نظر داشته باش. دقیقاً زمان ما یک سخنور موفق شده میتونیم احمدی عزیز که ما قبل از کی با سخنرانی کنیم یک سخن را به دیگران برسانیم باید ما شما آمادگی کامل داشته باشیم. اگر آمادگی نداشته باشیم یک از ضعف‌های سخنران است که اونجا گیر میشده این موضوع، مبتلا میشده این موضوع که میشده اونجا بند شود. موضوع هشتم، سخنران موفق کسی است که اجتماعی باشد، خوی و خواص اجتماعی داشته باشد، با مردم با افراد مختلف اقشار جامعه و رابط داشته باشد، پس میتونه یک سخنران موفق باشد. موضوع دوم، زمانی یک از سخنران موفق است کمی چقدر صحبتی کردیم، مثلا من خودت یک ساعت صحبت میکنیم، من سخنران موفق زمانی میشم کمی یک ساعت خود را فقط در سه کلمه به دیگران برسانم که هدف از عرفای من، هدف از سخنهای من ای بود. من به حیث یک مدرس فن بیان نظر من ای است که به خودم تجربه شده زمان یک کسی میتونه سخنران موفق باشه کو با انگیزه باشه. انگیزه واقعا خیلی مهم است. ما در بخش فن بیان یگانه بخشی که ما داریم کو بسیار مهم است او سخنران انگیزشی ماست. اگر ما شما یک کلیپ انگلیسی را ببینیم اگر سخنران انگیزشی باشه، اگر سخنانش نمیدانیم میفهمیم کو چی میگه است. خیلی سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آقای نخیب الله شاولی زاده، سخنران انگیزشی و استاد فن بیان. نکات خوب ارزنده را ارائه کردین. دوستای که علاقه‌مند هستند به سخنرانی و سخنوری بیشتر توجه داشته باشند. تشکر از دعوت شما. سپاس از شما عزیزا هم که بیننده صبح زندگی هستین. البته شما از آریانا نیوز صبح زندگی را بیننده هستین. دومین روز مسابقات تست افغانستان سریلانکا را همچنان همین لحظه از آریانا فراموش نکنین، بیننده باشین و همچنان مسابقات ILT20 را به صورت زنده و قانونی از تلویزیون جهانی آریانا فراموش نکنین. با شما هستیم. در حال حاضر هم وقفه داریم. بعد از وقفه شما و فیسبوک با بصیر حبیبی. We'll be right back.